انتظار می رفت که به روز شنبه 15 تن از اعضای گروه طالبان برای آغاز گفتگوها با نمایندگان حکومت درباره چگونگی رهایی زندانیان به کابل بیایند. هیئتی که با چهره های اسیران آشنایی داشته باشد و صلاحیت تشخیص ماهیت اسیران را کرده می تواند، چون این هیئت است در ترکیب. در این میان سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی میگوید که طالبان باید برای پیشرفت هرچه بهتر روند گفتگوها از خشونت دست بکشند و حکومت برای آغاز این گفتگوها در کابل آماده است. هر کله چې در هیئت افغانستان ته راځي او له هغوی سره موږ بحثونه لرو، خبرې ورسره کوو، تر هغه وروسته به د جمهور رئیس د فرمان په رڼا کې سل تنه طالب زندانیان د هغوی عمر، روغتیایي وضعیت او د کرونا د وژونکي وایرس پر وړاندې د هغوی اسیب پذیریو ته په کتلو سره د بشردوستۍ له مخې خوشې کیږي. قرار است با رهایی زندانیان طالبان در حدود 1000 زندانی نیروهای دولتی نیز از سوی طالبان رها شوند، اما گفته های وجود دارند که حکومت تاکنون نام های تمامی زندانیان نیروهای دولتی را ندارند. پداسی یو وضعیت کې چې موږ له هم په جنگ کې د زندانیانو د لیستونو مسله همیشه د تغییر په حال کې وي. در این میان ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان به تلونیوس میگوید که به علت آماده نبودن کمیته صلیب سرخ روشن نیست که هیئت طالبان چه زمانی به کابل خواهد آمد. کمیته صلیب سرخ مسئولیت فراهمسازی تسهیلات را برای آمدن نمایندگان طالبان به کابل به عهده گرفتند. ده به پاول پلاکی شل کسه بندیان د حکومت خلاصیږي او سل کسه بندیان به بیا د طالب خلاصیږي. دا به د هغو ابتدا وي، شروع بی وي، بیا به وروسته تر هغه دا لړۍ جریان لري تر هغه وخته پورې چې بندیان خلاصیږي. در این میان شماری از شهروندان کشور در باره رهایی زندانیان چنین میگویند: امیدوار هستیم که اول صلح در افغانستان بیا و در فردا حاکمیت قانون باز اگر با موارد نقض حقوق بشری توجه شود عین عدالت است و نباید فراموش شود. تعهدی که به حکومت افغانستان می سپارند رها شوند. در غیر از صورت زندانیان طالبان رها کردنشان غیر قابل قبول مردم افغانستان است. بر بنیاد توافق امریکا با طالبان با آغاز گفتگوهای صلح در حدود 5000 زندانی گروه طالبان و 1000 زندانی نیروهای دولتی باید از زندانهای دو طرف رها شوند.